آمار ارقام اعدام طی 44 سال گذشته نشون میدن که این حاکمیت یعنی نظام آخوندی رکورددار اعدام البته به نسبت جمعیت در جهان است. در این تردید نکنید که اعدام دو قهرمان شورشگر یعنی محسن شکاری و مجید رضا رهنورد در هیئتی از عناصر سیاسی و امنیتی و اطلاعاتی رژیم با مدیریت شخص خامنه ای تصمیم گیری شده و این تصمیم هیچ مبنای حقوقی و قضایی هم نداره. در واقع اعدام در این حاکمیت یک ابزار سیاسی و مذهبی برای استمرار سلطه نظام منحوس ولایت فقیه. تمامی اصول و حقوق جزا در این رژیم در خدمت همین هدف یعنی حفظ نظام تعبیر و تفسیر میشن. اونا از طریق اعدام و کشتار و همینطور سرکوب خونین چه هدفی رو دارن؟ اونا میخوان هرچی بیشتر در جامعه رعب و وحشت ایجاد کنن، به خصوص تو این شرایط که قیام شتابان با پشت سر گذاشتن سه ماه پرخروش و رادیکالتر از قبل هم به سوی سرنگونی پیش میره و ادامه داره. اگه بخوایم خیلی خلاصه بگیم، اصلا مأموریت و مسئولیت قوه قضاییه تو این رژیم یعنی رژیم خامنه ای ایجاد سهولت برای تضمین استقرار حکومت و تبلیغ وحشت. به همین خاطرم است که از آغاز سلطه این اشغالگرا یعنی همین حکومت آخوندها ارگانهایی به نام کانون مستقل وکلا و هیئت منصفه و وکیل مستقل اصلا نه جایی داشتن و نه رسمیتی و نه اصلا تعریفی براشون وجود داره. بنابراین باید بگیم که چوبه های دار و اعدام به تکیهگاه و چوب زیر بغل این نظام جنایتکار تبدیل شدن. خلاصه این که الان برای خامنه ای و دستگاه قضاییش هیچ چاره ای برای بقای این نظام جز توسل به ضد بشری ترین مجازات یعنی اعدام باقی نموند. بنابراین نتیجه گیری کنیم که به شهادت رسوندن محسن شکاری و مجید رضا رهنورد فقط و فقط انتقام از مردم ایران به خاطر فلاکت و به بن‌بست کشوندن خامنه ای و دار و دستش طی سه ماه قیام سراسری بود. اما خامنه ای باید بدونه که روز حساب نزدیکتر از اون چیزی هست که حتی فکرشو بکنند. اعدامم کردی اما زنده‌ام، نامم خود کی بر بیت لرزان توست. اینجا آواز پایان توست، این ناقوس مرگ جلادان توست. اعدامم کردی.